مخاطبان گرامی شبکه گوناگون، سلام عرض میکنم. در خدمت آقای ساسان حبیبوند، پژوهشگر و نویسنده حیطه فلسفه و عرفان هستیم. آقای حبیبوند سلام عرض میکنم. سلام از ماست، روزتون بخیر. آقای حبیبوند، برای ما عیدی اووردید شما ظاهرا در سال 99 با انتشار آثار دیگری از خودتون. اگر امکان داره میخواستم در این مورد ازتون بپرسم که این آثار چه هست و مخصوصا از انتشار آثاری که در ارتباط با عنوان از نگاه مولوی، اگر اشتباه نکرده باشم. بله بله بله، از شما به زیر چاپ رفته. بله، عرض کنم که اولا بازم سلام عرض میکنم به شما و همه دوستان خوبی که صدای ما رو میشنوند یا ما رو میبینند. بله، من در سال جدید، در سال 99، دو کتاب منتشر کردم که اولیش هست از نگاه مولوی، که پژوهشی است در آرا و اندیشه های جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، و کتاب دوم هم اولین عنوان از یک مجموعه هست به نام مجموعه کتاب های خودشناسی، که اسم این عنوان منتشر شده هست معمای خوشبختی. بله، در ارتباط با این کتاب از نگاه مولوی جزئیاتش رو میخواستم بیشتر بدونم اگر امکان داره. خواهش میکنم. از نگاه مولوی کتابی است که قصد داره اندیشه ها و نگرش مولوی رو در چهار زمینه مهم و اصلی توضیح بده و تشریح بکنه. به همین دلیل هم اسم کتاب از نگاه مولوی هست، یعنی چهار وجه مهم نگاه مولوی رو میخواد کتاب توضیح بده، که در قالب چهار فصل این کار رو میکنه. فصل اول عنوانش هست هستی از نگاه مولوی، که به بررسی هستی شناسی مولانا و نگاه مولانا به عالم هستی میپردازه. فصل دوم عنوانش هست نفس از نگاه مولوی، که بحث جذاب و بحثانگیز نفس و ماهیت نفس و تهذیب نفس و مطالب مرتبط با اون رو بررسی میکنه، طرح میکنه و شرح میده. فصل سوم عنوانش هست عقل از نگاه مولوی، که به این سوال مهم میپردازه که آیا مولوی واقعا چنان که بعضی تصور میکنند فردی عقل گریز بوده، مخالف عقلانیت بوده، یا اینکه نه، شخصی هست کاملا خردورز و اهل استدلال، اهل منطق. و فصل چهارم عنوانش از فلسفه از نگاه مولوی، که اون هم به این سوال میپردازه که آیا مولوی فردی مخالف با فلسفه بوده، یا یعنی اینکه خودش دارای منش و نگرش فلسفی هست و یه فرد فلسفه ورز هست. و اجمالا عرض کنم که پاسخ ما به دو سوال اخیر، یعنی آیا مولوی فردی عقلگرا هست و آیا مولوی فردی فلسفه ورز هست یا نه، پاسخ ما مثبته توی این کتاب. بله، چند صفحه هست این کتاب آقای حبیبوند؟ حجم کتاب نزدیک 130 صفحه است و قیمت کتاب اگه دوستان بخوان بدونن 30,000 تومان هست. منتها کاری که ما کردیم با هماهنگی با انتشارات، به خاطر هم شرایطی که الان مردم عزیزمون توش هستن، وضعیت کرونا و اینا، که تو خونه میمونن و میخوان مطالعه کنن، برای تشویق دوستان به این کار و تشویق کتابخوانی به طور کلی 20% تخفیف روی آثار گذاشتیم، که طبیعتا این کتاب رو هم میتونن با 20% تخفیف تهیه کنن، یعنی به قیمت 24,000 تومان. بله، چه اگر که فردی در ایران بخواد این کتاب رو تهیه بکنه و در تهران نباشه، میتونه بله. از طرق دیگه اقدام بکنه؟ بله، عرض کنم که ناشر آثار جدید من به. نشر رشد فرهنگ هست، که خیلی از دوستان باش آشنایی دارن. نشر رشد فرهنگ در تهران مستقر هست، ولی دوستان میتونن با یک تماس تلفنی از هر کجای ایران کتاب رو خیلی سریع دریافت بکنن. ناشر به آدرسشون با پست سریع پست میکنه. البته وبسایت هم داره ناشر، وبسایت رشد فرهنگ، که میتونن از طریق وبسایت به صورت اینترنتی هم سفارش بدن. ولی چه در تهران و چه در هر نقطه ایران،
بله اثر به هر کدوم از آثار من به آدرسشون پست خواهد شد. بله، طرح روی جلد کتاب از نگاه مولوی طرح خیلی پرمعناییه، میشه در این مورد لطفا توضیح بفرمایید؟ بله حتما، اتفاقا سوال خیلی جالبی کردین. ببینید طرح جلد طبیعتا گویای محتوای کتاب هست مثل هر کتاب دیگری. دوستانی که طرح جلد کتاب رو دیدن یا اینکه میتونن توی کانال من طرح رو ببینن، توی اینستاگرام من ببینن، یا اینکه حدس میزنم شما احتمالا زحمت میکشین طرح رو میذارین، طرح تصویر یک درویش رقصان هست که دستهاش در آسمون به اصطلاح در حال دست افشانیه، دستش بالاست و در حال چرخشه. قسمت بالای طرح همون حالت رقص و دست افشانی رو نشون میده. قسمت پایین طرح که همون دامن درویش هست به شکل یک چشم هست اگر دقت کنید، که اون چشم همون گویای مفهوم نگاه هست که اسم کتاب از نگاه مولویه. ولی مفهوم به اصطلاح عمیق‌ترش این هست که این طرح میخواد این مفهوم رو برسونه که آشنایی با حالات عارفانه و عاشقانه مولوی نیازمند آشنایی با افکار و اندیشه های اوست. یعنی این که ما میبینیم که مولانا انسانیست عاشق، عارف و سرشار از عواطف لطیف و دوست داشتنی، این نگرش از هیچی و از عدم بیرون نیومده. این نگرش، این احساس، این به اصطلاح عطوفت، این حالت عاشقانه یک مبنای عقلانی داره، یک مبنای فکری داره. به عبارت ساده تر مولوی دنیا رو اونجوری میبینه که اونجوری احساس میکنه. آقای قضاوتش در مورد دنیا این شکلی هست. بله آقای ببن، آیا فلسفه اسلامی، تفکر اسلامی، کلن مذهب اسلام در اشعار و نگرش مولانا به دنیا تأثیر داره؟ صد درصد. صد درصد اینطوریه. یکی از نکته هایی که باید حتما گفت، ببینید ما الان اگر بخوایم یک کمی بک‌گراند مطلب رو توضیح بدیم و که در حقیقت به نوعی انگیزه های من رو هم از نگارش این کتاب شامل میشه، مولوی یک چهره جهانی هست. در دهه های اخیر محبوبیت مولوی چه در ایران و چه در خارج از کشور و حتی در آمریکا، در شرق و غرب عالم، این محبوبیت گسترش پیدا کرده و رو به فزونی هست. منتها چند اشکال وجود داره، چند نقصان وجود داره توی درک عموم از شخصیت و اندیشه های مولوی. یکی از اونها این است که خیلی ها تصور میکنن که عرفان مولوی یک عرفان عقل گریز هست یا خالی از اندیشه و خردورزی هست، که این کاملا اشتباهه. و به نظر من علت چنین نگرشی عدم آشنایی کافی با آثار و آفرینش هایی هست که در دست داریم از مولوی، یعنی متن خود آثار مولوی رو اگر کسی بخونه و قدر کافی آشنایی پیدا کنه این اشتباه رو نخواهد کرد، به صرف اینکه مولوی در یکی دو جا، در چند جا ابیاتی رو گفته مثل اینکه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت تمکین بود، نمیشه رأی داد که مولوی فردی عقل‌گریز بوده به هیچ عنوان. من در این کتاب به خصوص در فصل عقل از نگاه مولوی سعی کردم این مطلب رو توضیح بدم. این یک مطلب. مطلب دیگه تصور این هست که مولوی به خصوص در غرب این تصور خیلی زیاد شده که مولوی یک عرفان غیر دینی یا به عبارت دیگه یک معنویت سکولار رو تبلیغ میکنه. یعنی مولوی فقط یک معلم معنوی هست که اندیشه هاش، عرفانش، فلسفهش خالی از تفکرات اسلامی و حتی دینیه، که این هم یک تصور کاملا اشتباه هست و این مطالبی که عرض میکنم به هیچ وجه ادعای بنده نیست. اینا چیزهاییست که در آثار مولوی وجود داره و من
پاراگراف به پاراگراف، مطلب به مطلب، متن ابیات مولوی رو در توضیح این مطالبی که دارم عرض میکنم در کتاب نقل کردم و رفرنس دقیق دادم که در کجا اینها رو گفته. واقعیت اینه که مولوی یک مسلمان معتقد کاملا متشرع بود و از نظر مولوی بالاترین مرتبه معنویت اعتقاد به دین و اسلام و به قول خود ایشون متابعت از رسول بود. مولوی و استاد شمس بر متابعت از رسول، یعنی پیروی از حضرت محمد، تاکید فراوانی دارند. و اینکه ما تصور کنیم مولوی صرفا یک فرد معنویتگراست و تفکرات دینی یا اسلامی نداره، این یک تصور غلطه و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. به همون عنوان عرفان اسلامی شاید بهش میگن، درسته؟ یعنی بله. پیرو عرفان اسلامی بود، یعنی یه چیزی از اسلام، فکر کنم مخلوطی از اسلام و عرفان رو شاید. ببینید، ما خب یک نگرش داریم اصلا به اسم عرفان اسلامی. بله بله. که یک حیطه خیلی کلان هست. بله. یعنی در به اصطلاح مقوله عرفان در کل جهان، عرفان اسلامی یک عرفان خیلی فربه و دامنه دار و در حد خودش کهن هست. یعنی عرفان اسلامی یکی دو قرن بعد از ظهور اسلام متولد شد، سر برآورد و تا امروز هم با فراز و نشیب هایی که داشته به حال وجود داره، داشته و داره و در دامن خودش عرفای بزرگی رو پرورش داده و یکی از بزرگترین چهره های این مکتب خب مولوی هست. ولی اسلامی بودن رو نباید از عرفان یا از معنویت مولوی تفکیک کرد، اینها کاملا با هم دیگه آمیخته هستند. و یک نکته خیلی مهم که من در مقدمه کتاب هم بهش تاکید کردم این هست که به طور کلی نه فقط در مورد مولانا بلکه در مورد هر متفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف و اندیشمندی، اگر شما به خوندن پاره های پراکنده از اشعار یا نوشته های اون شخص اکتفا کنین و اگر تمامیت آثار اون رو حداقل یک آشنایی کلی باهاش نداشته باشین، ممکنه دچار خطا بشین و تصور کنید که اون شخص اون برداشت شما رو در حقیقت داره ترویج میکنه، یعنی سخن او همون چیزی است که شما متوجه شدید، در حالی که ممکن دچار اشتباه شده باشید، دچار تفسیر به رأی بشین یا اینکه برداشت ناقصی از اندیشه های او پیدا بکنین و فکر کنید اون چیزی که شخص میگه اون چیزی که شما دوست داریم که گفته باشه. بل. و این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. بله، من احتمالاً مطمئنم که پرسش هایی ممکنه برای مخاطبان پیش بیاد در این زمینه و دوستان رو ارجاع میدم به کانال تلگرامی که در قسمت توضیحات این ویدیو در جای فضای مجازی نوشته میشه. با خود آقای حبیبان تماس بگیرید از طریق کانال تلگرامشون و در ارتباط باشید. ولی آقای حبیبان، من پرسش دیگه ای دارم، این هست که شما خودتون چه ویژگی ها و یا تفاوت هایی در ارتباط با این موضوع مشترک در باز هم ارتباط با آثار دیگران میبینید؟ بله. شما عرض کنم که خوشبختانه به خصوص در سالهای اخیر کارهای خوب و ارزنده‌ای در زمینه مولوی پژوهی چه در ایران و چه در خارج از ایران تولید شده و منتشر شده که جای خوشبختی هستش و من از دوستان خواهش میکنم که به آثار معتبر مراجعه بکنن در شناخت مولوی. حالا کاری که من کردم، تلاش کردم که دو تا ویژگی رو رعایت بکنم توی کار خودم. یکی این که تحقیق مبنای پژوهشی و دقیق علمی داشته باشه و تفسیر به رأی نباشه، برگرفته از ظن خود من نباشه به قول مولوی، یعنی از ظن خود یار مولانا نشم و بلکه از درون آرا و اندیشه ها و آثار خود مولوی در حقیقت دست به معرفی اندیشه هاش بزنم. پس
این اولین نکته. نکته دوم این که من یک هدف مهمی که توی کار دنبال میکردم این بوده که بعضی از خطاها و اشتباهات رایج رو در مورد اندیشه های مولوی و شخصیت مولوی اینها رو هدف قرار بدم و توضیح بدم و رفع شبهه بکنم، رفع اشکال بکنم، این اشتباهات رو برطرف کنم، این تصورات غلط رو برطرف کنم، که یکی دوتاش رو الان بهش اشاره کردیم با هم که صحبت میکردیم. یکی این که مثلا مولوی فردی عقل گریز بوده یا فلسفه ستیز بوده، دشمن عقلانیت یا دشمن فلسفه ورزی بوده، این اشتباه رو سعی کردم اصلاح بکنم و نشون بدم اینطور نبوده، یا اینکه نشون بدم که مولوی چه ما بخوایم چه نخوایم، چه شخص من بپسندم و چه نپسندم، یک مسلمان مؤمن متشرع بوده و معنویتش از دینداریش به هیچ وجه جدا نیست. بله، من قبل از اینکه به کتاب معمای خوشبختی بپردازیم خواستم خواهش کنم ازتون باز هم اگر دوستان تمایل داشته باشن میتونن از طریق تلفن که در قسمت توضیحات نوشته میشه بتونن دسترسی داشته باشن به آثار شما. قبل از اینکه این کتاب ها رو شما منتشر کنید آثار دیگه هم داشته آقای حبیب‌وند، اگر دم دست دارید در اون قفسه کوچک کتابخونه باشه سرتون. بله، ممنون میشم. عرض کنم که من چند اثر، سه تا اثر از رنج تا رهایی رو من میدونم، باز رو میدونم. بله بله، سه تا کار من قبل از این آثار جدید منتشر کردم. اولین کار من کتاب بند باز هست، بند باز که یک رمان فلسفی عرفانیه در حقیقت، که حدود 5 سال پیش منتشر شد و به چاپ دوم رسید، در آستانه چاپ سوم است. کتاب بعدی اسمش هست بیگانه درون، گفتارهایی در باب شکوفایی و معنای زندگی، که حدود 2 سال پیش منتشر شد. و کتاب دیگه کتاب از رنج تا رهایی هست، نمیدونم دیده میشه یا نه، که این هم مشتمل بر 14-15 تا گفتار تو زمینه های مختلف در باب خودشناسی، شکوفایی و سوالاتی که توی این زمینه برای دوستان و علاقمندان شکوفایی و تحول پیش میاد رو سعی کردم توی این کتاب جواب بدم. اگر همه این کتاب ها رو هم از همون ناشر و همون اطلاعاتی که داده میشه دوستان بخوان داشته باشن میتونن در اختیار داشته باشن، درسته؟ بله بله، کتاب ها رو هم میتونن و در ضمن کتاب های مثل این که قطع کوچک هم اونجا موجود دارید از آخرین آثار خودتون، درسته؟ عرض کنم که من کتاب جدیدی که دادم، یعنی دو تا کتابی که بیرون دادم از نگاه مولوی و معمای خوشبختی، هنوز به دست خودم نرسیده، چون 2-3 هفته بیشتر نیست که منتشر شده، من خودم هنوز این کتابا رو ندارم، ولی دوستان اگر بخوان در مورد آثار بیشتر بدونن با مراجعه به کانال تلگرام من گزیده هایی از آثار رو اونجا پیدا میکنن، میتونن بخونن، حتی فایل PDF معرفی آثار شامل فهرست مطالب و گزیده های آثار هستش در اونجا، راه تهیه آثار هم هست. و با همه این حرفا اگر سوال داشته باشن میتونن به پیوی من، به شخصی من پیام بدن. بله. و من جوابشون رو میدم در هر زمینه که باشه، پاسخ خوب است. حتما آقای حبیبند، همه بسیار از معماها قابل حل هستن، اما این خوشبختی معمای زیزره یه خورده پیچیده است. میشه خواهش بکنم در مورد این کتاب، این اثرتون توضیح بفرمایید لطفا؟ حتما، خواهش میکنم. عرض کنم که اینو مقدمتا عرض کنم، بنده در حال حاضر یک مجموعه رو دارم منتشر میکنم که عنوانش هست مجموعه کتاب‌های خودشناسی. این مجموعه شامل 6 عنوانه، 6 کتاب هست، 6 کتاب هست که هر کدوم یک عنوانی داره، هر کدوم یک موضوعی داره. بعضی از این کتاب‌ها فقط شامل یک موضوع میشن و بعضیشون 2 یا 3 تا مطلب توشون هست. کتاب معمای خوشبختی اولین عنوان از این مجموعه هست که به بحث و بررسی پیرامون مفهوم خوشبختی
میپردازه، اینکه خوشبختی چیه، چرا خیلی وقت آدم ها به خوشبختی دسترسی پیدا نمی کنن، آیا خوشبختی یک امر درونیه، آیا یک امر بیرونیه، و خوشبختی چه ارتباطی با نگاه ما به زندگی داره. یه نکته دیگه در مورد این مجموعه کتاب های خودشناسی عرض کنم اینه که یک ویژگی که این مجموعه داره این هست که دو تا ویژگی حداقل، یکی این که عناوین مختلف این مجموعه هر کدوم کتاب مستقلی هستند و خوندن یکی مستلزم خوندن دیگری نیست، هر کدوم از عناوین رو دوستان مطالعه کنن به طور مستقل قابل درک. دوم این که این مجموعه سعی شده که با یک حجم کم کتاب ها تنظیم و تدوین بشن، یعنی قطع جی بی منظورتون، قطع جی بی و تعداد صفحاتشون هیچ کدومشون فکر نمی کنم بیشتر از 80 صفحه 70 80 صفحه باشه حجمشون، که هدف ما این بود که کار کتابخونی رو سبکتر کنیم، هزینه‌اش رو کمتر کنیم و یه مقدار تشویق بشن دوستان علاقمند به مطالعه و راحت تر بتونن به آثار دسترسی پیدا کنن. بله ایده خوبیه. با این موزل کتاب نخانه ایران کلن باید از همین کوچولوها شروع کرد تا برحال اونایی که اهل کتاب هستن، علاقمند به کتاب هستن، اونا میرن دنبالش و پیدا میکنن. ولی آره من فکر میکنم ایده بسیار بسیار خوبی رو شما اتخاذ کردید آقای حبیبند. من یه نکته رو من میخواستم عرض کنم خدمتتون چون خیلی پرسیده میشه. همونطور که عرض کردم این مجموعه شامل 6 کتاب هست که اولین کتابش منتشر شده، 5 عنوان دیگه هم در دست انتشاره. منتها چیزی که میپرسن این که کی بقیه عناوین منتشر خواهد شد، ما به خاطر ایام عید، به خاطر این وقفه که 2-3 هفته ای که از یه طرف به خاطر شیوع کرونا و اینا و بعد به خاطر ایام عید افتاد، خب چاپ و نشر تعطیل شد، همه جا تقریبا تعطیله. ولی کتاب ها در دست چاپ و انتشار هست و من تصور میکنم توی ماه توی 2-3 هفته آینده این کتاب ها همشون به تدریج بیرون بیان. ولی دوستان اگر به اصطلاح خبر انتشار کتاب ها و به طور کلی کارهای بنده رو از طریق تلگرام من دنبال بکنن، همه اطلاعات اونجا خواهند. بله منم همینطور فکر میکنم. بهترین سورس ارتباط با کانال تلگرام آقای ساسان حبیبوند هستن که به همون نامم هم هست، درسته؟ بله. ساسان حبیبوند دقیقا. بله البته من اینستاگرام هم دارم. بله. که بازم آدرسش هست ساسان آندرلاین حبیبوند. اوکی. در اینستاگرام خیلی راحت میشه پیدا کرد. بله. خب آقای حبیبوند ما حالا حالا با شما کار داریم و امیدوار هستیم که بتونیم در مورد مطالب دیگر از آثارتون و کلن اندیشه باز شما استفاده بکنیم. شخصا خیلی خوشحال میشم که وقتشون رو در اختیار ما بگذارید که همیشه این کار رو انجام دادید و بسیار سپاسگزاریم. تیم گوناگون و دوستداران شما همیشه سپاسگزار هستن از زحمات شما. به صورت خواهش میکنم من قبل از خداحافظی اگر مطلبی هست عنوان بفرمایید تا برنامه رو اینجا به اتمام برسونیم. خواهش میکنم. من بغیر از تشکر از شما و حمایت همیشگیتون از کارهای فکری و فرهنگی و تشکر از همه دوستان خوب و عزیزی که با من همراه هستن، پیام میدن، آثار من مطالعه میکنن، نقد میکنن، نظر میدن، به غیر از این عرضی ندارم. از همه تون صمیمانه تشکر میکنم. خیلی متشکرم. تا تماس بعدی سلامت و موفق و شادکام باشید. همچنین متشکرم. خدا نگهدار. در خدمت ایرانیان استرالیا